سلام دوستان خب تو این دوره میخوایم در مورد آمار توصیفی با هم دیگه صحبت بکنیم اما آمار توصیفی چیست ما میتونیم آمار رو برابر با علم تجزیه و تحلیل داده ها در نظر بگیریم خب خیلی ها میدونن از دوران دبیرستان خوندن کسانی که حالا با یه مقدار با آمار آشنا هستن اسمشون رو شنیدن ما با داده ها سر و کار داریم تو اینجا و هدفمون این هستش که داده ها رو بشناسیم و ازشون اطلاعات، دانش و نتیجه استخراج کنیم پیشرفت زندگی، علم، تجارت اکس که اینجا میبینین حالا به این موارد اشاره دارن تو اینجا همه اینا وابستن به داده هر روز دیتا ها حجم تولیدشون بیشتر میشه نه اینکه فقط تولید بشن نه تنها نرخشون زیاد هستش بلکه این نرخ همیشه داره بیشترم هم میشه و با تولید داده ها علم ما پیشرفت میکنه با تحلیل اونا هستش که علم ما پیشرفت میکنه و یه چیزی رو یاد میگیریم و دانش ایجاد میکنیم و همینطور به سوی جلو میریم با تولید داده ها هستش که کسب و کارمون به سوی جلو میره ما وقتی که یه کسب و کاری رو داریم دیتا همینطور تولید میکنیم و با تحلیل اونا هستش که میتونیم بگیم آقا الان کسب و کارمون در چه وضعیتیه و باید به کجا بره و کجا برسه این دوتا هستن که رو زندگی ما دارن تأثیر میذارن تأثیرش توی زمانی هست که وقتی من یه کسب و کاری رو دارم ایجاد میکنم فرض کنیم تو کار نفتم اصلا وقتی که میریزه توی دریا داریم حیوانات اونجا رو از بین میبنیم چقدر داریم صدمه میزنیم اگر من میتونستم ریسک اون رو ریسک یک کشتی رو که غرق میشه رو درست حساب بکنم و با یک ریسک مناسبی اون رو وارد دریا کنم اتفاق نمیافتاد که نفت من بریزه توی دریا و ماهی از بین برن یا محیط زیست من خراب بشه اگر من اقتصادم رو فدای محیط زیستم نمی کردم محیط زیستم خراب نمی شد اصلا آیا راهی وجود داره که هم اقتصادم رو داشته باشم هم محیط زیستم رو این راه رو از کجا باید پیدا کنم چطور میتونم بفهمم که آیا راهی وجود داره که این دوتا رو در کنار هم داشته باشم بر اساس تجربه است بر اساس داده هایی که از قبل تولید شدم و تحلیل اونا هستش از کجا میتونم یک چیز جدید به دست بیارم از طریق تجربه گذشته از طریق دیتا هایی که قبلا ایجاد شدم و با تحلیل اونا میتونم یک راه جدید رو در بیارم رو هوا که در نمیادش اینجا فرض کنید که ما 50 گیگابایت داده خام داریم یعنی چی یعنی یه هارت به شما دادم 50 گیگ جا داره و پنجاه گیگ تکست درسن عکس عکس و تصویر و ویدیو هم نه 50 گیگابایت داده خام دارید دیتا دارید میگن حالا با ما بهبود ایجاد کن اگه تو یک شرکتی کار میکنی یعنی این داده های فروش گذشته ما هست داده هستش که مشتری ها اومدن و خرید کردن یا اگر یه کار علمی دارید انجام میدید میگن این دیتا هایی هست که از آزمایشات مختلف به دست اومده تستی رو توی وبسایت گرفتن و بین افراد پخش کردن و این تکس ها جمع شده و به شما داده شده بسه ما بهبود ایجاد کن یه چیزی کشف کن یه چیزی به ما بگو اینا چی دارن میگن به ما دیتا ها چی صد درصد یه راهی با استفاده از این اطلاعات وجود داره اما چطور؟ چگونه ما میتونیم از این داده ها از این حجم زیاد اطلاعاتی که در پیرامون ما قرار گرفته استفاده کنیم سرورهای عظیم گوگل چطور این دیتا ها رو تجزیه تحلیل میکنه و برمیگردونه به ما ما چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم حالا نه فقط حجم بزرگی از داده ها حتی دیتا های کوچیک رو چطور ما میتونیم ازش یک نتیجه بگیریم و بهبودی ایجاد کنیم توی کسب و کارمون توی زندگی جامعه بشری توی علم چطور میتونیم مشکل رو دریافت بکنیم اصلا بگیم مشکل چیه؟ این دیتا ها وجود داره مشکل چیه؟ وظیفه من انسانه که مشکل رو پیدا کنم برای که بهبود رو ایجاد بکنین چطور میتون... چه پیشنهادی میتونیم بدین توی که به عنوان تجزیه تحلیل داده ها توی یک شرکت وارد کار شدی چه پیشنهادی میدی که بهبود پیدا بکنه اون کار من اون تجارت من یا تویی که به عنوان تجزیه تحلیل داده ها داری با یک تیم علمی کار میکنی این دیتاها دادهها که دستت چه پیشنهادی داری وقتی که این ها رو میبینیم چه چیز جدیدی میتونیم از این کشف کنیم که قبلا نمیدونستیم چه چیز نهانی تو این دیتا ها وجود داره چه رازی تو این داده ها وجود داره چه اطلاعاتی اصلا توی این پنجا وجود داره پنجا گیگ دیتا با ما دادن نمیتونیم بشینیم ای بالا پایین کنیم این هست اون نیست چه اطلاعاتی وجود داره تو این پنجا گیگ از کجا میخوایم بفهمیم با اینکه این همه دیتا داریم ولی هیچ نظری در مورد اون نداریم چطور میتونیم نظر پیدا کنیم از کجا میتونیم شروع بکنیم اولین کاری که انجام میدیم تو اینجا که تعریف آمار و توصیفی هم هستش تو این اسلاید در واقع این دوره ما هستش مشاهده داده هاست باید دیتا رو ببینیم چطور میتونیم از حسمون استفاده کنیم اولین حسی که انسان استفاده میکنه باسه اینکه یاد بگیره دیدنه بیناییه ما باید بتونیم دیتا رو ببینیم بتونیم اون رو توصیف کنیم با گفتار با نوشتار توصیفش کنیم چی داره میگه این دیتا این دادا چی هم؟ بتونیم اونها رو خلاصه کنیم حجم عظیمی از دیتا ها رو بیایم کوچیکش کنیم و بگیم آقا اینه در مجموع به صورت خلاصه به طور خلاصه این خلاصه سازی میاد کوچیک میکنه و قابل درک میکنه واسه ما توصیف میکنیم دیتا همونو با این حرکت ها شروع میکنیم اونا رو ترسیم میکنیم که بتونیم ببینیم اونا رو خلاصه میکنیم و توصیفشون میکنیم حرف میزنیم در موردشون به این میگن آمار توصیفی خب وقتی که ما اینا رو ترسیم میکنیم گفتیم اولین قدممون ترسیم اونا هست به صورت یک نمودار داده ها رو ما اینطوری بر اساس نمودارها میتونیم مشاهده کنیم که تو این دوره ما با انواع نمودارهایی که بیانگر داده هستن هر کدوم به یک نحوی باید ترسیم کنیم به بهترین نحو ترسیمشون کنیم و ببینیمشون و این دوره با نمودارهای مختلف آشنا میشیم که چطور اونا رو ترسیم کنیم وقتی که دیتا رو میبینیم میتونیم مطالب مفیدی رو ازشون استخراج کنیم میتونیم استنتاج کنیم میتونیم مطالب مفیدی رو بفهمیم مثلا میتونیم بگیم چطور دیتا همون پخ شده توضیح شده توی این حالت چقدر دیتا ها به هم نزدیکن چقدر از هم دور افتادن چقدر با هم فاصله دارن چه تفاوتی بین هم وجود دارن بین داده های مختلف و خیلی چیزای دیگه به نظر من 80 درصد حالا خیلی بالا پایینش کاری ندارم 80 درصد حدودا از کار تجزیه تحلیل داده ها مشاهده داده هاست از طریق مشاهده داده ها خیلی چیزا رو میتونید درک کنید و به دست بیاریم این داده ما که به این نتیج یعنی میرسن من یه سری مثال آوردم اینجا که با هم ببینیم توی حوزه مثلا کسب و کار میتونیم بگیم که آقا ده درصد از مشتریان من هستن که دارن 90 درصد درآمد من رو ایجاد میکنن فقط با مشاهده این میتونیم به این درک برسیم که ده درصد از مش... مشتریان من هستن که این 90 درصد درآمد من رو ایجاد میکنن و این ده درصد کیان حالا من چه سرویس های بیشتری میتونم بهشون بدم که اونا رو نگه دارم چه کارهایی میتونم بکنم یک نتیجه رسیدیم اینجا میگیم هر وقت حجم فروش ما دو برابر شد بازگشت سرمایه ما چهار برابر خواهد شد پیش بینی میکنم خب یعنی میگم آقا اگر من تونستم الان نیمم اگه تونستم اینو یکش کنم اون وقت چهار برابر سود خواهم کرد اگه الان یک واحد دارم سود میکنم این حرف خیلی زیاده باید به این تلاش بکنم که آقا واحدمو ببرم بالا حجم فروشمو ببرم بالا داره تاثیر چهار برابری تو سود من میذاره یه نتیجه دارم میگیرم اینجا توی حوزه علمی 90 درصد سلول های سرطانی با این نوع ریز ماده خاص از بین رفتن به طور مثال من از یک سری داروها دارم استفاده میکنم یه سری آزمایشات انجام دادم میخوام ببینم این سلولای سرطانی چطور از بین میرن این ریزماده دست که داره خیلی تاثیر زیادی میذاره میتونم اینو با چه چیزایی ترکیب کنم که یک داروی جدید بتونم تولید بکنم که سلولای سرطانی رو از بین ببره یا مثلا تو یک بیمارستان هر پنج شنبه یک نوع بیماری خاص از یک منطقه خاص داره هر دفعه تعداد زیادی رجوع میکنن تعدادشون بیشتر از حالت عادیه پس توی این منطقه چه اتفاقی داره میفته؟ آب آلوده است یک بیماری اجتماعی وجود داره که باعث بیماری فیزیکال شده چه اتفاقی داره میافته؟ چه کمکی میتونم بکنم؟ خب این نتایجی که میگیریم همینطور که صحبت کردیم و اونا رو تفسیر کردیم و توصیف کردیم یک ایده تبدیل میشن پنجشنبهها ها یک منطقه خاص توی این منطقه است منطقه دو اصلا بریم ببینیم اونجا چه خبره یه ایده گرفتم واسه اینکه شروع به کار بکنم بتونم تجزیه تحلیلمو کامل بکنم و به مدیرم به علم کمک کنم و بهبودی رو پیشنهاد بدم و سازمانم کمک کنم پس آمار توصیفی یا تجزیه تحلیل داده ها توی این قسمت توصیف اونها یه نقطه شروع خیلی مفیدی هستش که ما رو میتونه به ایده برسونه و بگیم که چه کاری بکنیم چه راه برده استراتژی داشته باشیم چه اقداماتی لازمه تا پیشرفت بکنیم این قسمت واقعا توی کسب و کار اولین نقطه شروع ما خواهد بود مثلا خیلی داشبورد های اطلاعاتی رو مدیریتی رو شنیدن داشبورد های مدیریتی خیلی با همین نمودارهای ساده و مهم تشکیل شدن که به مدیرها و به افراد یه سری نمودار نشون میدن که بتونن اونها رو ببینن و به یک نتیجه برسن و ایده بگیرن که کسب و کارشون رو بهبود بدن خب خب ممنونم از توجهی که داشتین امیدوارم این دوره رو به خوبی شروع کنیم و بتونین استفاده مفید رو از اون ببرین ممنون از شما いい人。